الو کجا این شما؟ پشت بوفه؟ اومدم. خسته نباشید. سلام، خسته نباشید. کجاست؟ تارا منفرد هم دختر است که نشسته اونجا داره موزیک گوش میده. بریم؟ بریم. عذرخواهی میکنم چند لحظه خانم، ببخشید. بله. سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض کردم. لطف میکنید من مدارکتون رو چک کنم، پاسپورت. شما؟ پلیس آگاهی. لطف بفرمایید. اتفاقی نیست؟ نه اتفاق خاصی نیست، میخوام مدارکتون رو ببینم. لطف کنید سریعتر یه مقدار. امکان داره با ما تشریف بیارین؟ برای چی؟ من الان پروازم جا میمونم از پرواز. نمیذارین از پرواز جا بمونم. بفرمایید. بفرمایید. چیزی نبود جناب سروان؟ چیزی نبود. بسیار بفرمایید خانم، عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتیم. الو علی، سلام، چطوری؟ ببین ما اینو آوردیم تو دفتر، همه کیف و زندگیش هم گشتیم، هیچی پیدا نکردیم، مجبور شدیم ولش کنیم بره دیگه. آره باشه باشه، خدا حافظ. خدا حافظ. جانم احسان جان، موبایلتو چک کن. خب یکی بهش یکی افتاد. باشه باشه، خداحافظ. یه لحظه تشریف بیارید.
کیفاتونو بدین به من. اومدین تو اتاق، اینا تو کیفتون نبود. خانم بازداشته. به چه جرمی اون وقت؟ خروج عرض غیر مجاز از کشور. بفرمایید خانم. اون شب یه دختر رو دستگیر کرده بودن، کسی که میتونست اونا رو با آدمای سعید بیات برسونه. حس میکرد به سارا نزدیک و نزدیکتر شده. سراسیمه از خونه زد بیرون. مثل غریبه ها شده بود، نه حرف میزد نه توضیحی برای کاراش میداد. مثل آدم های مسخ شده به اطراف خیره میشد و به روبرو زل میزد. کاش میشد توی اون نگاه عمیق غرق شد. کاش میشد توی این فرصت های آخر ناگفته ها رو شنید. همه چیز محو و محوتر میشه و ما بیون که بخوایم لحظه به لحظه از هم دور و دورتر میشیم. آمالیکم. سلام. مخلصی. چطوری؟ چه خبر؟ سلامتی. گرفتیم خانمو. یه عالم هم عرض غیر مجاز داشت خارج میکرد. از اون مرده چه خبر؟ اصلا انگار آب شده رفته تو زمین. چی میگه این دختره؟ پولا رو میبرده توی کلاب شبانه توی دبی، میداده به یه شهروزنامی. یه عالم هم طلا به خودش آویزون کرده بود ببره اون وقت. سارا کمالو میشناسه؟ نه نمیشناسه، ولی میگه یه دختره پیش سعید بوده که حسابی هواشو داشته و ازش محافظت میکرده. من فکر میکنم اون سارا کماله. آدرس چیزی از یارو داره؟ نه، ولی میگه تو اون دو سه باری که سعیدو دیده همش این دختره کنارش بوده، اما سارا. خیلی خوب، با بچه های اینترپول هماهنگ کنی شهروزو دستگیر کنن. خب الان شهروزو که تو میخوای بسپری دستگیر کنن، تارا منفردم که ما گرفتیم، اینجوری سعید میفهمه که. خب نباید بفهمه. خیلی خوب، ما رفتیم، کاری نداری؟ زنده باشی. تا صبح از علی خبری نشد. خیابونای تاریک و خلوت و بارها و بارها بالا و پایین رفت. به تمام جاهایی که توی این مدت کوتاه رفته بود فکر کرد. تمام آدمایی رو که دیده بود تو ذهن آورد. کم کم همه چیز براش واضح و روشن میشد. حالا وقتی پازلا رو کنار هم میچینه میتونه حدس بزنه چه اتفاقی افتاده. پای کسایی داشت به این ماجرا کشیده میشد که از قبل هیچ کس تصورش هم نمی کرد. سلام علیکم. یا الله. بفرمایید. خب از دخترم خبری آوردید؟ ما اومدیم از شما خبر بگیریم. من چه خبری میتونم داشته باشم؟ آخه قیافتون به اونایی میخوره که یه خبرایی دارن. ببین آقا، من تا خرخره تو مشکلاتم غرقم، این ماجرا هم برای من شده قوز بالای قوز. پس لطفاً تیکه پرانی نکنید، بگردید دختر منو پیدا کنید. آقای کمال، ما خیلی وقت نداریم. میدونم که فرار دخترتون مشکلات سیاسی اجتماعی براتون درست کرده، ولی همکاری نکردنتون با ما فقط ماجرا رو پیچیده ترش میکنه. من متوجه منظور شما نمیشم. سعید بیات کجاست؟ سعید بیات من نمیدونم. این هیچ تماسی با شما نداشته. چرا؟ چجوری میشه پیداش کرد؟ من نمیدونم. آقای کمال،
سرنوشت دختر شما فقط در میون نیست. کلی دختر دیگه توی این ماجرا هستن که شما میتونید بهشون کمک کنید. گفت خودش با هم تماس میگیره. دخترمو پیدا کنید. خواهش میکنم. با دستگیری تارا و شهروز سعید حتما یه حرکت جدید میزنه. خب پس من به بچه ها میگم اعلام کنن شهروز بازداشت شده. خیلی هم بهتون خوش میگذره. سلام. تو خونه خودمون بهم خوش میگذره. چشم آقا، سعی میکنیم تو خونه ما هم به شما خوش بگذره. بفرمایین این سویچ. برادر خواهر ببریم پایین تا من بیام خدمت. مسلم استارت نزنی ها. دست شما درد نکنه. زنده باشی، خواهش میکنم. سلامت باشی. زنده باش. ببخشید اکبر جونا. خدا وکیلی چند وقتی بار مگه یه تیم کامل گل کوچیک میاد خونه. ببین اینجا که آماده شد من خودم زنگ میزنم با بچه‌ها بلنشیم بیاین. پرمین خانم هم دعوت ها. مامان نیست. جمعه است با رفیقاش میره بیسرا. باشه پس سلام بهشون برس. قربونت برم زنده باشی. چه خبره بچه‌ها؟ تو تعقیب و مراقبت هم دیگه. آخرین خبرا رو که بهم دادن بهت میگم. باشه. دمتون گرم. خیلی مواظب باش. سلامت باش. اینا چیه؟ علی این کلاه رو یادته؟ تو هنوز اینا رو نگه داشتی؟ قایمشون کرده بودم از دست بچه های تو. بچه های من؟ زولم دیگه این خودتن همش سرک میکشن تو کار مرده. بیاری بگی ما یه بار خواستیم ببینیم ماجرای این رفیق 20 سالمون به کجا میرسه. ببین چی کار داری میکنی تو. می اینجا رو با هم تزیین کنیم؟ آره چرا نمیام. علکی علکی 11 سال گذشت. همچین علکی علکی هم نبودا. به من که خیلی خوش گذشته. خب معلومه به شما خوش میگذره در کنار من. عجب بابا. میگم امسال کاش واسه مسلم یه تولد جداگونه میگرفتیم نه؟ برای چی وقتی توی یه هفته به دنیا اومدم بعد دو تا جشن تولد بگیریم؟ خب طفلی اینجوری بهش خوش نمیگذره. هر سال میدونه تولدش یه هفته بعد از جشن تولدشه. سال دیگه روز تولد مسلم براشون جشن میگیریم. اصلا مهم نیست این چیزا. مگه من به این سن رسیدم تا حالا کسی برام تولد گرفته؟ برام زندگیمو میکنم. خب اگه میدونستم اقدر تولد بازی دوست داری واسه یه تولد مفصل میگرفتم. دوست دارم، خیلی هم دوست دارم. نامرد هر کی نگه میگیرم برات. خسته نباشی. شما خسته نباشین آقا. فردا پس فردا نمیخواد بیاد دنبال من. جان؟ ببخشه. منظورم این بود که یعنی شلا به سلامتی قراره سفری جایی بریم. کجا رو دارم برم؟ چند تا کار شخصی دارم میخوام برم دنبال کارم. خب من همراه تو میام. ما که همیشه کار شخصی بوده، عمومی بوده، در خدمتون بودیم. حالا هم با هم میریم. در ضمن شما ماشین احتیاج دارین. میخواین ونوا بریم با ماشین میریم منم میام. لازم نیست. کار با ماشین داشتم خودم با تماس میگیرم. آی دکتر ما همیشه همینجا با هم بودیم. مگه مشکلی پیش اومد باشه؟ الان مشکلی پیش اومده. حمید آقا میخوام تنها باشم. حالا تنهایی بعد از شما اجازه بگیرم؟ آقا دور از جونتون. گفتم شاید مشکلی پیش اومده باشه. خب بفرمایید. باش. الو. چی شد؟ همه چی هماهنگه؟ خیالت راحت. فقط من میتونم با دخترم صحبت کنم؟ نه الان نمیشه. پول آماده کن بگوش باش باید تماس میگیرم. چشم چشم. فقط دخترم. الو. الو.
کجا؟ بشین. خواهش میکنم بسار یه دقیقه ببینمش. بشین. بسو باش صحبت کن. بعدا صحبت میکنی. بشین. خواهش میکنم. بشین. اون رستم میخواد بادشونه. نه باید همونو باد کنی. سوزن از کجا؟ همه جا پر از رنگه، زرد و آبی و سبز، برق کاغذهای رنگی و کلاهای شیپوری، اتاقی که یه شادی بزرگ و نوید میده. اما تو، نمیدونم، شاید تو این عکس زیباترین رنگ لبخندیه که روی لبای تو نشسته. میشه این لبخند رو دوباره دید؟ میشه یه روز به قولی که دادم عمل کنم؟ یه جشن تولد برات بگیرم که تمام شهر بیان تو خونه ای که بوی تو رو میده. آیا این چیزا رو زمانی که کنج کتابخونه خلوت کرده بود تو ذهنش مرور میکرد؟ زندگیش زمانی که میخواست رنگ خوشی رو ببینه یه بار تغییر کرد. همه چی عوض شد. عکسو کنار گذاشت و از روزی نوشت که این ماجرا شروع شده بود. ما توی خونه کوچک زندگی میکردیم با 3 تا بچه کنار هم. تمام دخترای این شهر دختر ما بودن. با گریه هاشون گریه میکردیم، با خنده هاشون میخندیدیم. وقتی هم نگران بودن دل ما آشوب میشد. بعدم نشد، خسته نباشید. خیلی هم خوب شد، شما خسته نباشید. بله بفرمایید. سلام حسین. از طرف آقای مرتضی کمال. برای چی؟ باشه باشه، خدا میرسونه. خداحافظ. چی شد؟ باید برم اداره. پس تولد چی میشه؟ بر میگردم تا اون موقع. خب بذار بعد از ظهر برو، مهمونا که رفتن. نه ببین، راننده آقای کمال اومده اداره، میخواد با مسئول پرونده حرف بزنه. مهمونا بیان تو نباشی خیلی بد میشه که. سودی بر میکردم. بچه ها میان دلخور میشن. دختر خوب، تو که در جریان پرونده هستی، یه ذره شل بگیرم همه چی از دستم در رفته. فقط اینو بگم که اینا رو میبینی واسه تولد من 3 برابر این بعد تدارک ببینی، من ولت نمی کنم. خداحافظ. گفتم که زود بیا. چرا اینجا؟ بفرمایید تو اتاق. نه ممنونم،
مزاحم نمیشم. راستش به خاطر دکتر مزاحم تو شدم. چی شده مگه؟ ببینید جناب سروان، من 15 ساله که با دکتر زندگی میکنم. علاوه رانندشم، ولی در واقع همه کارم. به قول خودش دست راستشم. همه کارهای بانکی و اداریش من انجام میدم. مثل چشمش به من اطمینان داره. خب. ولی چند روز پیش یهوی به من گفتش که برو 3-4 روز به زندگیت برس. منم میخوام به کارهای شخصیم برسم. شاید واقعا مشکل خانوادگی داره دنبال اوناست. چه مشکل خانوادگی جناب سروان؟ من تمام اسرار دکتر رو میدونم. از تمام خمچم زندگیش آگاهم. چیزی نیست که از من پوشیده باشه. خب توی مدت با خواهرشون تماس نگرفتین؟ چرا؟ تماس گرفتم. گفتن که 2 روز رفته توی اتاق، خودش زندانی کرده، 2 کلمه هم حرف نزده. بعد یه چیز دیگه هم گفتن که باعث شد من خدمتشون برسم. چی؟ گفت دکتر مثل اینکه یه خط موبایل جدیدم داره که با اون ارتباطای برقرار میکنه. احیانا خواهرشون شماره جدیدو به شما ندادن؟ چرا دادن؟ خیلی محبت کرد. خواهش میکنم. وظیفه بود. ممنون از شما. خواهش میکنم. با اجازت. بفرمایید. خداحافظ. از لحظه‌ای که علی رفت، یه حسی بهش میگفت قراره یه اتفاقای عجیبی بیفته. بچه‌ها اطرافش رو گرفته بودن، اما خودش رو تنهای تنها احساس میکرد. صدایی نمیشنید، چیزی نمیدید. توی بهت غریب گرفتار شده بود. اونقدر که یادش رفته بود بچه‌ها چرا دور هم جمع شدن. گوشی مرتضی کمال رو ردیابی کردیم. ظاهراً دارن از شهر خارج میشن. الان کجا؟ با 2 تا سواری از یه پارکینگ عمومی دارن میرن. چند تیم برای مراقبت فرستادیم؟ با پهباد رصد میشن. تیمی نفرستادیم که شک نکنن. خیلی خوب باشه. مواظب باشین از دستشون نده. من خودم هم ورود میکنم. چند تا تیم پشتیبانی میتونی به من بدی؟ چند تا میخواین؟ 4 تا. سعی خودم میکنم. زنده باشی. الان جلو دروازه منه، برو عقب بینم. مصطفی، بزن مصطفی بهتره. بودو بیارش. بشود. یواش یواش. ای بابا. بیا جا. آی آی آی. آی. جونم داداش چقدر زود زنگ زدی؟ ببین سری جمع کن بیا اداره. بچه‌ها رو چیکار کنم؟ بچه‌ها رو به آش خانم بگو یه آژانس بگیر یه ساعت دیگه بفرسته خونه. خیلی خوب، حالا چی شده؟ تو حالا بیا من برات میگم. اکبر فقط سری بیا ها. باش باش. خدا حافظ خدا حافظ. سری سری. بازی تعطیله. بیا بالا اینا. بودو. اما پات خوب شد؟ پام نه. اوه. خیلی محکم زدی. چی شد؟ بودو بینا. بودو 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 کفشا دارم آروم مصطفی جو خوب شد بیا بودو بریم اینا بریم باید برم من هر لحظه منتظر بود
صدای زنگ در بلند بشه یا تلفن به صدا در بیاد. اما هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. تنهایی و انتظار تنها چیزی بود که نصیبش شد. سلام علی. سلام جانم. که برمی ای بابا، تو که رفتی با راننده کمان صحبت کنی برگردی؟ آیا جان، فکر میکنم یه ردی از سعید و نیام پیدا کردی. خیلی خوب. ببخشت رو خودم. مراقب خودت باش. همینجا بایست. یک دو سه. موبایلر جمع. اینو بکن تنش. این دیگه چیه؟ ساکت باش. موبایل مرتضی کمال رو دارم، اینجوری که نشون میده داره میره خارج از تهران. خونز از زمان بکش، نرسته به سر موبایل مترو سرد، درب جنوبی، درگیری. مامان جونم. چرا بابا نیومد؟ میاد ماما، یکم دیر کرده. بیا بیا کادوهاتو باز کنیم. خب بچه ها کادوها رو باز کنیم. بله. کجا میبری؟ سارا بابا
جی پی اس موقعیت شما رو داره. اونجا کجاست وایسادی؟ کنار این ساختمان متروکه. متهم با مرتضی کمال و چند نفر دیگه وارد ساختمون شدن. به نیروها چی بگم؟ اطراف محل مستقر بشن طوری که سوژه متوجه نشه. ما میریم سر گوشی ها بدیم. تمام. تو دنبال چی هستی؟ فلسفیش نکن. نه ببین، من 200 میلیون تومان پول به شما دارم. کمه، باید بیشتر بدم. شما بذار دختر من اینجا بره. من پول بیشتری به شما میدم. اه؟ چقدر میدی؟ هر چقدر که بخوای. تو فقط بذار دختر من اینجا بره. من هر چقدر پول بخوای بهت میدم. اصلا باید کاری هم ندارم. پلیس هم پیگیره نمیشه. چون من اصلا ازت شکایتی ندارم. پلیس دستش به من نمیرسه. برای همینم ترسی ازش ندارم. پولم زیاد دارم. دیگه. و تو چی میخوای؟ برای چی امنیت خانواده‌های مردم به هم میزنی؟ آباریکلا. زدی تو خال. امنیت. من اصلا میخوام همین امنیت علکی رو به هم بریزم. میخوام به شماهایی که ایدم از امنیت میزنین حالی کنم بابا. تو این مملکت امنیت یعنی کشک. باش. هر چی تو میگی درسته. تو الان داری همون یه ذره آرامش که من با خون دل برای این دختر فراهم کردم از بین میبری. چه خوب. اصلا من میخوام آرامش امثال شماها رو به هم بریزم. با سر بالا حرف زدن به نتیجه نمیرسیم. به من قیمت بده. قیمت مرتی که خر. این چیه؟ ها؟ این چیه؟ آقا سعید چی شده؟ یه صدایی شنیدم، فکر کنم خبراییه. حالا بهت قیمت میدم. مواظبش باش. تو بخش مرکزی ساختمونم. از راهروی پشتی به این داخل. آماده به فرمان من و
بابا همه جا محاصره است، مامورا همه جا هستن. برو این پشت این پنجره هم هستن. من از این طرف رفتم دخترم آنها رو شد باشه. بریم بریم، شما اینجا تحمل کنید. نه ولی دخترم هم باشه. آقای کهابه یه جون دختره برای مهم، من همینجا بمون. چشم باشه. سارا رو برسون دست پدرش، به همه این راه بگو ساختمون رو تخلیه کنه. از این بر سریع بیا. بابا اونم دختر شما سریع و سارا. بابا بیا سریع تر بریم. کجاست؟ دختر حالش چطوره؟ بهتر خودت ببینی. Thank you.
سلام. سلام. علی اینجاست؟ حالش بهتره؟ میشه ببینمش؟ شما بهتر یه چند دقیقه من در خدمتتون باشم، باهم صحبت داشته باشیم. بله بفرمایید. بیا توی کل دنیا واسه من، بیا توی تکیگاه خاص من، بیا توی قلب بی حواس من، بیا حقمه. متاسفم، منعت تلاش ما کردیم ولی امیدی بهش نیست. این که سهم تو ازم فقط همه حقمه. از هر کی که بپرسی میدونه حالم رو، مه گرفته جاده سبز خیالم رو، مثل کبوترم که چیدن ارد و بالم رو، دلتنگ هوای خوش شهر نقاط میشم، هنوز نونگ آسمون آبی عبریشم. مادر اینجا چی کار میکنه؟ قربونت برم الهی. نگران بودم اونم مثل بچه خودم قربونه. الهی فدات جمعون که الان چیزی حالیش نمیشه، کما هم هست، حرفم نمیزنه. برو خونه براش دعا کن. بذار ببینمش، شاید یه دعایی سنایی ایشالا خدا شفاش بده. بیا بیا بده جواب این چشای خسته رو، ببخش این خریب دل شکسته رو، تو که میری میگیره این نفس نرو، بمون اگه یادت روزای خوب، بمون اگه محکمه هنوز قرارمون، بمون دوباره خانواده دور هم جمع شدن. سارا توی خونه پدرش زندگیشو از سر گرفت. اکبر و محروب بعد از این اتفاقات دوباره به زندگی مشترکشون فکر میکردن. مادر اکبر با همه چیز کنار اومده و آیه با صورتی خیس به گذشته نگاه میکنه. علی رفته بود، شاید ستاره‌ای شده که توی آسمون تاریک چشمک میزنه، یا گاهی کورسوی میزنه و خطی از نور پشت سر خودش میکشه. کلمات یه بار دیگه کنار هم میشینن، داستانها کتاب میشن و گوشه قفسه ها خاک میخورن. دخترها از کنار این کتابا میگذرن و تجربه های قبلی رو تکرار میکنن، بیون که بدونن راهی که توش قدم گذاشتن دل چند نفر رو میشکنه، چند تا زندگی رو از هم میپاشه، یا این تکرارا دل چند تا زن تنها رو میلرزونه.